سارا های عزیز سلام امیدوارم که عالی عالی باشین برای ابتدای آینه مرواریدی همطور که میبینین چهار مهره داخل نخمون میندازیم دونه اول از دست راست نخ توش بر میگرده یه حلقه ایجاد میشه نخ سمت چپ از زیر میاد داخل حلقه برای اولین گلی که در واقع میخواد ایستاده بمونه سه مهره میریزیم نخمون رو برمیگردونیم توی مهره اول و دوباره نخ سمت چپ رو از زیر حلقه عبور میدیم تا بیاد بیرون و گل اولی که ایستاده هست نسبت به گل اولمون رو ایجاد کردیم حالا با نخ پایین یا نخ دست چپمون در واقع از یک مهره عبور میکنیم به نخ دست راستمون دو مهره میدیم، دوباره برمیگردیم توی مهره اول حلقه رو ایجاد میکنیم نخ دست چپ در واقع از زیر این حلقه عبور میکنه و، یک گره ایجاد میشه که این گره میره تو دل ای که مشترک هست که کارمون رو محکم تر بکن. مجددا همین عمل ای که الان انجام دادیم تکرار میشه یعنی دو مهره در داخل نخ دست راست و داخل نخ سمت چپ هیچ مهره قرار داده نمیشه. این شد سومین گلی که ایستاده هستش. برای گل چهارم همینطور که میبینین چون کار قرار اول و آخر به هم وصل بشه ما از داخل دو مهره رد میشیم یعنی یکی مهره پایین یکی هم اولین مهره از اولین گل ایستادمون و اینجا چون نخمون از داخل سه مهره عبور کرده فقط و فقط یه دونه مهره احتیاج داریم که این رو به عنوان مهره مشترک میبافیمش حالا گل چارتایی ما ایجاد شد طولی که میخوایم در واقع محیط دایره هستش که آینمون هست رو باید الان ایجاد کنیم برای اولین گل مجددا سه مهره داخل نخمون میره نخ چپ از زیر مهره از زیر حلقه میادش بیرون و مهره مشترکمون رو ایجاد میکنیم دوباره با نخ چپ داخل یک مهره میشیم و این بار از نخ سمت راستمون دو مهره دوباره عبور میکنه و دونه آخر مشترکه دقیقا تا انتها همین عمل تکرار میشه و طولی که ما داریم الان میبافیم طول دایرمون یا آینه بیزیمون هست اگر قرار مستطیل باشه دو تا به اندازه طول مستطیلمون میبریم و در واقع برای عرض باید ادامه ندیم باید عمود بر همین مهره ها ببافیم که اون رو بعدا توی یک استوری براتون توضیح خواهم داد به این شکل ما ردیف دوممون تکمیل شد و دقیقا ادامه همین کار هستش و تا انتها همین مسیر رو داریم. توی ویدیو بعد دیواره در واقع آینه رو خدمتتون عرض میکنم و اینکه سه قسمت رو چطوری به هم دیگه بتونیم کامل وصل کنیم و کاری کنیم که آینمون فیکس بمونه و از جاش تکون نخوره در خدمتتون هستم توی ویدیوی بعدی مرسی